روزنامه آلمانی هانوفرشه آلگماینه، رئیس جمهوری که آخوندها از او میترسند. آنچه در حضور شگفت مریم رجوی در کنگره ایرانیان در تبعید تحت عنوان بردباری و برابری در آخر هفته در ولودروم برلین شگفت‌انگیز می نماید، فقط صرف حضور وی و حتی سخنرانیش و ارج‌گذاری شایسته‌ای که نثارش می شود نیست، بلکه در واقع سیاستمداران زن و مرد از آلمان و سایر نقاط جهان که در کنار پرزیدنت در تبعید ایران قرار می گیرند و از او و جنبشش حمایت می کنند قابل توجهند. مریم رجوی برای رژیم ترور آخوندهای حاکم بر تهران به عنوان دشمن شماره یک محسوب می شود. مقاومت علیه رژیم آخوندها از چند دهه پیش به نحو احسن سازماندهی شده و دارای شبکه ارتباطات خوبی است. این شورای ملی مقاومت ایران بود که در تابستان سال 2002 برای اولین بار عکس‌های تأسیسات اتمی در ایران را علنی کرد و بدین ترتیب یک سنگ عظیم الجثه را به دوران درآورد. مریم رجوی که در پاریس در تبعید به سر می‌برد، از مدت طولانی در پهنه سیاست آلمان یک حامی برجسته دارد. ریتا زوسموت، سیاستمدار دموکرات مسیحی و رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان. هورست سلچیک، مشاور پیشین امنیتی صدر اعظم هلموت کول و رئیس پیشین کنفرانس امنیتی مونیخ، گرهارد بام، وزیر کشور پیشین از حزب لیبرال و گونتر فرهویگن، کمیسر اتحادیه اروپا نیز در ردیف حامیانش هستند. روز جهانی زن کار پرزیدنت در تبعید ایران را سهل‌تر کرد تا سخنرانیش را که به شدت مورد تشویق قرار گرفت بر روی آن متمرکز کند. او حکومت آخوندها که نزدیک به 40 سال ادامه دارد و سرکوب زنان را دو رکن بنیادگرایی اسلامی می نامد. او خواهان آزادی ادیان، یک اسلام شفاف و برابری زن و مرد است. برای او پاسخ بنیادگرایی مذهبی رد کردن مذهب نیست، بلکه بردباری است. از نظر حکام کنونی تهران، اینها دلایل کافی برای تهدید اوست. اما قبل از هر چیز، از آنجایی که او یک زن است، آخوندهای شب‌پرست تا به تحمل وی را ندارند.